سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم کارتون خیلی خیلی خوب باشه. امروز جمعه است، 1 اسفنده و ساعت 1 ظهر اینو به من تازه میخوام روزمو شروع کنم، اما مشکلی نداره چون آخر هفته استراحت کردم و اینا. البته تقریبا هر روزم همینجوریه، ولی حالا امروز اشکال نداره، خودمو سرزنش نمیکنم. کاری که میخوام الان انجام بدم اینه که برنامه‌ریزی کلی واسه اسفند ماه هم داشته باشم و اینکه واسه هفته بعد برنامه‌ریزی کنم و ببینم که امروز چه کارهایی باید انجام بدم، مطمئن بشم که همه کارامو انجام میدم و به همه چیز میرسم. ترم جدیدم هم از فردا داره شروع میشه و یه اتفاق خیلی جذاب که این ترم افتاده، انقدر انتخاب واحد من افتضاح بوده که من از شنبه تا پنج شنبه کلاس دارم هر روز، یعنی فقط جمعه است که هیچ کلاسی ندارم و خیلی سخته کلا انتخاب واحد کردن. زمانی که حضوری خیلی وحشتناک تره، چون فکر کن هر دفعه پاشی بری دانشگاه، من واقعا نمیدونم چجوری مردم انتخاب واحد میکنن، واقعا کار سختیه. خب من برنامه‌ریزی کلی ما همو کردم، اما نتونستم خیلی دقیق بشم چون هنوز راجع به چند چیز مطمئن نیستم. تا 3-4 روز دیگه مثلا مشخص میشه که چه اتفاقی قرار بیفته. کاری که واسه امروز نوشتم اینه که اول از همه 1 ساعت آیین‌نامه بخونم. میدونم من از شهریور اینا مثلا شروع کردم کلاس رانندگی رفتن و اینا، ولی هنوز آزمون آیین‌نامه رو ندادم. این هفته به امید خدا میخوام برم واسه اولین بار آزمون آیین‌نامه بدم و به امید خدا همین بار اول قبول بشم تا دیگه وارد آزمون مرحله شهری و اینا بشم. بعدم که بعد راجع به تفکر سیستمی امروز تحقیق بکنم که من یه گروه پیدا کردم واسه دیزاینر و ایناست، اونجا پیشنهاد داده بودن که راجع به این بریم بخونیم و مطالعه کنیم و اینا. کفته دیروز من یه ذره راجبش خوندم، ولی خب خیلی سطحی و اینا بود. امروز اگه امیدوارم بتونم یه ذره عمیق‌تر بشم و تا جایی که مغز و حوصله‌م یاری میکنه بتونم تو عمقش برم اگر بشه. بعدم که کتاب مبادی سواد بصری رو یه نیم ساعت بخونم، اینو تازه میخوام شروع بکنم. من ترپیش مبانی هنر 1 داشتم که اصلا تقریبا میشه گفت چی یاد نگرفتم و خب خیلی ناراحتم از این بابت، چون درسی که خب خیلی مهمه دیگه، همون پایه کاره. این ترمم که مبانی هنر 2 داشتیم نتونستم با اون استادای کمی میگفتن خیلی خوبن و اینا بردارم متاسفانه، بر همین دیدم که واقعا باید خودم رو جمع جور کنم و خودم اون چیزایی که لازمه رو مطالعه کنم که عقب نبونم، چون واقعا چیز مهمیه، پایه است دیگه. بعدم اینکه ساعتهای این کلاسای ترم جدیدم رو توی گوگل کلندر وارد بکنم، چون که خب خیلی زیاد یادم که نمونه وارد میکنم تو این کلندره، بعد دیگه هر وقت کلاس دارم بهم یادآوری میکنه و همش هر وقت بخوام تو منم چک کنم ببینم کی چی دارم و اینا. به 2 نفرم باید زنگ بزنم. اینم بگم من از آلند عمان درست بخونم چند چیز سفارش دادم. اولی یه کادو گرفتم که به دوستم کادو بدم و خودشون کادوش کردن، یعنی کادو بسته بندی کردن، اینو بازش نکردم. خیلی دوست دارم بازش کنم ببینم چه جوری شده، ولی خب نمیشه، حالا بعد به دوستم هدیهش بدم. بعد یه سری عکس، یه عکسی بود که من خیلی دوستش داشتم از خانوادم و اینا بود و دادم روی این مگنت چیه که میزنن روی یخچال، دادم که واسه همون چاپ کردن. این هاش دیگه از نزدیکتر نمیتونم نشون بدم، ببخشید. ولی عکسی که من خیلی دوستش دارم دیگه، منم و داداشم و پسر خالم و دختر خالم و خالم، خیلی عکس جیگریه، دادم که دیگه واسه همون زدن. آیدی اینستاشون رو میذارم اینجا، قیمتاشون هم خوب بود، برید چک کنید و اینا. من خودم خیلی خوشم میاد که کلاً عکس چاپ کنم و فکر کنم که مثلا قراره بزنم تو این فاز که چند ماه کلی پول سر عکس چاپ کردن خرج بکنم. همین دیگه، من برم شروع کنم به انجام دادن این کارا. خب الان ساعت 8 شد، من یه سری کارا رو انجام دادم، اون دو تا تماسی که بعد میگرفتم و گرفتم.
تو گوگل کلندر وارد کردم کلاسامو و اینکه آیین‌نامه‌ام 45 دقیقه خوندم که دیدم چقدر زیاده. من فکر کردم که مثلا 4-500 جمع بشه، ولی خب اینطور که به نظر میاد بیشتر از 4-500 طول میکشه خوندنش، که اصلا هم چیز جالبی نیست. ولی جورنالم کردم که تو برنامه نبود. کاری که من میکنم اصولا واسه جورنال کردن اینه که همینجوری یه دفتر میذارم جلوم که این دفتریه که توش مینویسم، هر چیزی که به ذهنم میرسه رو مینویسم، اصلا هر چیزی که فکرمو مشغول کرده و اینا راجبش مینویسم، واسه میشه که خیلی خالی بشم و آروم تر بشم و یه ذره خودم بهتر بشناسم، بفهمم که تو ذهنم چیا داره میگذره و اینا. خیلی چیز موثریه. یه کاری هم هست بهش میگن مورنینگ پیجز که توی کتاب راه هنرمند پیشنهاد داده شده، البته من کتاب رو نخوندم، ولی اینه که میگه که صبح بیدار که میشید قبل از اینکه روزتون رو شروع بکنید بشینید 3 صفحه بنویسید، همینجوری هر چی به ذهنتون میرسه رو بنویسید و 3 صفحه رو پر بکنید. این واسه میشه که هم خلاقیتمون بیشتر بشه، هم یه ذره آروم‌تر بشیم و تمرکزمون هم در طول روز بالا بره. خب کارا که میمونه مطالعه راجع به سیستم تینکینگ و اینکه خوندن کتاب مبادی سواد بصری. لینک کتاب رو توی دیسکریپشن باکس میذارم. فکر کنم خیلی چیز مفیدی باشه، چون اینکه من از هر کسی پرسیدم که به من به معرفی کنه همین رو معرفی کرد واسه شروع. راجع به سیستم تینکینگ هم فکر نکنم بشینم بخونم، یعنی فکر نکنم که نه، توی یوتیوب چند تا ویدیو پیدا کردم راجع بهش، میشینم اونا رو نگاه میکنم در حد 1 ساعت و اینکه روز رو تموم میکنم، چون که واقعا من شبا دوست ندارم کار کنم و خب این خیلی اشتباهی که من روزم رو از ظهر شروع میکنم. بعد دیگه برنامه روزم رو یه جوری کنم که از صبح شروع کنم کارامو انجام دادن، چون اینجوری به هیچ کاری نمیرسم، فقط از ظهر تا شب من کار میکنم رسما. یه چیز دیگه هم بگم، چند روز پیش خبر اومد که یه خانم ورزشکاری که میخواستن واسه مسابقات و اینا برن خارج از طرف همسرشون ممنوع خروج شده بودن. اینو اومدم یادآوری بکنم که ازدواج قرارداده و ما هر قراردادی رو که بخوایم امضا کنیم بعد درست حسابی بریم راجبش تحقیق بکنیم، با وکیل صحبت بکنیم، مطالبه کنیم راجبش و دقیقا بدونیم که داریم چی رو امضا میکنیم. حالا اگر شما فکر میکنید که قوانینی که داره ازدواج عادلانه نیست و برابری توش نیست، تا جایی که همین قانون اجازه میده بعد تلاش خودمون بکنیم که برابرش کنیم، تا جایی که قانون میذاره نمیشه برابرش کرد با توجه به قانونی که الان ایران داره. یه چیز دیگه هم این که من این چند سال خیلی خیلی زیاد دم در اتفاق میفته، کسایی هم که مثلا حرفشو میزنن که حق طلاق و حق خروج از کشور و کار و تحصیل و حضانت فرزند و اینا رو بگیرن، اما چی کار میکنن؟ فقط توی عقدنامه ذکرش میکنن، یه وقت دارن عقد میکنن توی عقدنامه نوشته میشه و اینا امضا میکنن، در حالی که این هیچ چیزی نداره، هیچ اعتباری نداره. شما باید برید دفتر اسناد رسمی، که اصولا دفتر اسناد رسمی با دفتر ازدواج طلاق جدا فکر میکنم، باید برید دفتر اسناد رسمی اونجا ثبت رسمیش بکنید، وکالت نامه بگیرید تا اعتبار داشته باشه و یه ذره بتونه کمکتون کنه شاید بعدا. همین دیگه. و اینکه یادآوری کرد این اتفاق که باید اطلاعاتمون رو ببریم بالا راجع به قانون کشورمون و سعی کنیم تا جایی که میشه یه ذره حق حقوق خودمون رو بگیریم تا جایی که میشه. خب همین دیگه، من الان میرم میفتم رو تختم میشینم ویدیوهای راجع به تفکر سیستمی اینا رو نگاه میکنم. مرسی که تا اینجا همراهم بودید، واسهتون قشنگ ترین رو آرزو میکنم، امیدوارم که به هر چی میخواید برسید و سالم و سلامت باشید. شب روزتون بخیر. خدافظ. سلام. سلام. چه خبر کارش؟ سلامت. نه سلامتی نه. هم پیش خورده ده با فومشه. کی نبا اون پشت؟ اینا چجور میان اینجا؟ این پایین هم نشون بده دیگه، راهشو بلدن حتما. بریم.